خیلی خوب آقای صوفیا مهر، اگر نظری دارید میشنویم، اگر هم نه اجازه بدید من یه محور دیگر رو هم مشخص کنم که شما هر دو تا رو اگر بفرمایید. خواهش می‌کنم، خیلی مهمه. ببینید مسئله ایشون میگن که جمهوری اسلامی بازیگر عقلانیه و حساب فایده و ضرر رو انجام میده و بر اساس اون تصمیم میگیره. جمهوری اسلامی هم عقلانیه هم ایدئولوژیکه. به چه معنا؟ جمهوری اسلامی عقلانی در سطح تاکتیکیه، به همون معنا که شخصی که تصمیم میگیره فرضاً آب آشامیدنی یک شهر رو مسموم بکنه، بعد حساب و کتاب میکنه، برنامه ریزی میکنه، مواظبه که پلیس دستگیرش نکنه و اگر که موفق به این کار بشه، این کار رو انجام بده و دزد نگرفته هم شاه دزده، جمهوری اسلامی به این معنا عقلانیه. یعنی به همون معنا که اون فرد مسموم کننده یا آب آشامیدنی شهر عقلانیه. مشهوره که جمهوری اسلامی نبردهای تاکتیکی رو میبره با هزینه شکستهای استراتژیک. من استعاره‌ای که از این به دست میارم، مثل انسانی که به جای کوبوندن میخ به دیوار از سر خودش استفاده بکنه. خب اگه شرایط این فرد رو در نظر بگیم که این فرد نمیتونه چکش تهیه بکنه، خب کوبوندن میخ با سرم عقلانی محسوب میشه. ولی چرا این فرد تصمیم گرفته چکش رو کنار بذاره؟ مشکل جمهوری اسلامی اینه. مشکل جمهوری اسلامی اینه که نمیتونه در اهداف استراتژیک خودش به صورت انتقادی نگاه بکنه و اونا رو منطبق بکنه با منطق ژئوپلیتیک ایران. مشکل جمهوری اسلامی اینه. مشکل جمهوری اسلامی حالا جدایی از این اینه که وقتی که به کارد به استخونش میرسه، از هر گونه قرارداد، هر گونه همکاری با همه کشورهایی که متخاصم میپندارم ابایی نداره. مثل حالا آقای آلفونه مسئله همپیمانی در دوران جنگ رو مطرح کردن، نه مسئله به طور جدی خرید اسلحه بود. بله تا خب این خیلی خطرناکه. درسی که به کشورهای دیگه میگه اینه که شما تا وقتی که جمهوری اسلامی تا لب پرتگاه نبرین، این عاقل و فرزانه نمیشه. خب حالا اگر در همین راستا سیاست آمریکا رو بخوایم بررسی بکنیم، یه خیلی کوچولو بفهم. و این چون میگن که رفتار جمهوری اسلامی واکنشی به غرب، نخیر، جمهوری اسلامی این کنشه. چرا؟ اسرائیلی ستیزی و آمریکایی ستیزی. پایه قدرت جمهوری اسلامی حول این دوتا یک سری گروه های مافیایی و امنیتی شکل گرفتن، چیزی شبیه ساختار روسیه در اشل شیعیش و ایرانیش. و اگر که جمهوری اسلامی بخواد آمریکایی ستیزی و اسرائیلی ستیزی رو واگذار بکنه، این پایه های قدرت فرو میریزه. این ترانزیشنال کاست، این هزینه انتقال از این که ستون قدرت خودش رو از این گروه های مافیایی امنیتی برداره که طرفدار اسرائیل ستیز و آمریکای ستیزن و وفادارترین نیروهای به جمهوری اسلامی هستن، استوار کنه بر گروه هایی که نسبت به وفاداریش و نسبت به آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی مشخص نیست، این میتونه یا جمهوری اسلامی دوچار بحران وجودی کنه، منجر به سقوطش کنه، بله. یا در تبدیل به استحاله جمهوری اسلامی. آقای